سلام رفقا من دنی سعادتی هستم مرسی که من و این برنامه رو نگاه میکنید امروز مهمونم دوست و رفق قدیمی که اصلا دیگه نیازی به معرفی کردن نداره سرور سلمانیه سلام سلام علیکم چطوری, <تصفح> چطوری سرور خوبی؟ هر جا میرم تو من آمریکا هم به ویزا میگیرم میام وای یعنی وقتی که به من گفت دارم میام دبی میخوایم پادکست ضبط کنیم گفتم خدای این پادکست ها همیشه خدا به خیر کنه خیلی کنه واقعا دقیقاً خیلی خوشحالم که واقعا اینجا منم همینطور واقعا و میگم هر جا بری من میام میتونم میتونم برو توی جزیره یه جا که نتونم پیدا کنم نگو کجا 60 سالم شده دارم توی جزیره زندگی میکنم پیام دارم میام تو ده. جزیره ما یه پادکست راجع به این 60 سال زبط کنم <applause> تو این 60 ساله چی گذشت تو جزیره ساله چی گذشت واقعا چه خبره همه چی خوبه خدا رو شکر اصلا واقعا دلتنگ خودت واقع. اصلا بودم و خوشحالم که میبینم بهتون منم همینطور چون که یه میدونی یه حرکت باحالی رو با هم زدیم که هر بار که میبینم همه اونها واسم تداعی میشه و همیشه یه حس خوبی داره واسم وقتی میشینیم صحبت میکنیم برای منم دقیقا همینطور به خاطر اینکه تو خیلی پروسه عجیبی رو در من دیدی و اصلا داشتم به اصلا میگفتم گفتم, گفتم دانیال دو ماه بعد از اولین مهاجرت من که من یه بچه کوچولو بودم با من مصاحبه کرد تو تو زندگی من اومدی، ما با هم دوست شدیم، خیلی چیزا توی من تغییر کرد، شرایط کاریم تغییر کرده بود، تازه تو مهاجرت جا افتاده بودم، یه بار دیگه با هم مصاحبه کرد و چقدر تغییر کرده بودم، آه. الان توی ازدواج، مهاجرت دوم، دوباره یه صحبت دیگه که واقعا خودم که به همین سه بار نگاه میکنم، من چقدر دارم عوض میشم و چقدر تجربه جدید به هم اضافه شده که واقعا شاید با اون سروره اون طرز فکر اصلا الان قابل مقایسه نباشم ولی خب اینکه این پروسه توسط تو ضبط شده و راجبش صحبت شده خیلی به نظرم قشنگه و مرسی واقعا مرسی از تو و واقعا راست میگه چقدر باحاله که اون موقع تو بچه تر بودی منم هم همیشه تازه شروع کرده بودم آره. بعد با هم پروسه پروژه کاری داشتیم یه بار پروژه فیلمبرداری اکاسی عکاسی رفتیم واسه تبلیغات و آره. آره. جواهر بود یادت آره. باشه بعد دوباره به قول تو یه ذره پخته تر تو شده بودی من شدم الان حالا تو ازدواج کردیم من خودم یه تایم زیادیه که تو رابطم یعنی خیلی هی داریم بزرگ میشیم با این پادکست و ها با این سهره. خیلی قشنگ و جالبه به نظر خودم چی کارو میکنی این مدت چطور گذشته این چند وقتی از الان بگو این چند وقتی چی کارو کردیم با اصلا واقعیت اینه که خیلی اتفاق افتاده یعنی واقعا احساس میکنم که خیلی تغییرات زیادی هم تو زندگیم وجود داشته هم تو طرز فکرم وجود داشته یه مسیری و اومدیم که واقعا شاید چندین و چند سال باعث تغییرات من شده خوب و یه جاهایی واقعا سخت خیلی همه چیز تغییر کرده از اون تایمی آخرین باری که تو منو دیدی و خیلی اتفاقاتی افتاده که شیرش نکردم با کسی یا راجبش حرف نزدم یا دوست نداشتم که راجبش حرف بزنم ولی کلا این مدت این چیزی که گذشت در این یک سال اخیر یک سالی بود که شاید هیچ وقت تو زندگیم فراموشش نکنم انقدر که توش اتفاق افتاد انقدر تجربه های مختلفی کسب کردم الان انگار اون موج ها رفته و یکم این دریای آروم شده موجای آروم آروم داره و خیلی الان همه چیز آرامشش بیشتر و استیبل شدم ولی خب این مدت مخصوصا بعد از مهاجرت دومم هم خیلی همه چیز یه و پیچیده و سخت شد البته تو خوراکت تو اصلا ببینی همه چی آرومه یه نقطه ام پیدا شده سری خودتو میندازی بیرون از سوش و چالش های جدید اتفاقی اصلا سر درد میکنه واسه اتفاقای جدید اتفاقا خیلی دوست داشتم راجع این قضیه حرف بزنم چون که یه وقتایی یه پیش اومده که پیش خودم گفتم خب دیگه اوکیه بس دیگه مثلا الان دیگه همه چیز اوکیه و باید به کارت ادامه بدی چون که خیلی هدفهایی که تو زندگیم داشتم شاید مثلا چیزی که پنج سال پیش شیش سال پیش بهش فکر کردم یک سال پیش بهشون رسیدم مثلا یه سری تارگت داشتم گفتم خب مثلا به این رسیدم به این رسیدم تموم شده و اون موقع هایی که تو این هدف ها رو میذاری فکر میکنی که خب مگه این الان اون رو به دست بیارم دیگه تموم میشه همه چیز برام ولی زمان میگذره و تو میبینی که اصلا زندگی این جریانه و اصلا تو نمیخوای که صرفا به اون هدفه برسی و تازه به اون میرسی چند شاخه جدید انگار برات باز میشه مثل یه <applause> انگار یه چیزیه که دفتری که هی hey, داری میبریش هی hey, داری میبوریش و هی hey, کاغذهای بیشتری برات باز میشه و هیچ وقت تموم نمیشه برای من این اتفاق افتاد واقعا یک سال پیش فکر کردم خب به تمام چیزهایی که دوست داشتم و هدفم بوده رسیدم ولی بعدش دیدم نه اصلا چیزی که دنبالشم واقعا صرفا زندگی کردنه و زندگی کردن توی حرکت برام اتفاق افتاد برای همین تصمیم گرفتم که دوباره حرکت کنم و الان که اینجا هستم خیلی برام جالبه که حتی الان فرصتی باشه شرایطی باشه که نیاز باشه باز جابجا جا بشم باز حرکت داشته باشم هیچ پافشاری براش ندارم یعنی یه جورایی خودم رو سپردم به دست سرنوشت که ببینم کجا قراره که باهاش برم الان تو این بازه زمانی اینجاست ولی ممکنه 6 ماه دیگه یه سال دیگه اصلا یه جای دیگه باشه که از الان فکرشو نکنم میخوام بگم که نسبت به این تغییرات خیلی باز شدم یعنی قبلا ها یکم بسته تر بودم گفتم خب من باید الان این کار رو بکنم تموم بشه بهش برسم حالا پامو بذارم رو پام راحت باشم ولی الان فهم. خیلی چیزا فهمیدم که حالا در ادامه راجبش حرف میزنیم دقیقا چقدر باحال منم داشتم چند شب با آرمینه میگفتم میگفتم که همیشه اینجوری بودم که خب من الان رو پله نو هم برسم به پله ده اون چیزی که میخوام تاچ کنم دیگه تمومه دیگه رسیدم دیگه خوشحالم گفتم ولی چند سال احساس کنم همش رو پله نو هم یعنی اینجوریه که به یه چیزی که میخوام میرسم بعد دوباره یه چیز دیگه یعنی همش در جریان و تازگی منم فهمیدم که آقا تو همیشه رو پله نوهی چرا چون به اون چیزی که میخوای میرسی تارگت بعدی شروع میشه و دوباره بعدی 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 یعنی واقعا زندگی مسیره هدف نیستش بله هدف هست دا ولی ته زندگی اون هدف نیستش در واقع و چقدر باحال که هممون داریم میرسیم به این که اینجوریه و احساس که آدم یه ذره آرومتر میشه و دیگه ذره یه نفسی میکشی و یه کوچولو میشینی عقبتر مثلا سعی کنم آدم ریلکسر مسیر رو بره جلو همین اول پادکست میخواستم یه موضوعی رو بگم که همیشه حالا تو صحبت که ما با هم کردیم یه وقتا یه موجایی را افتاده و یه بیمعرفتی شده به از جانب مردم که به خاطر این بوده به نظر من اون حرفی که تو زدی راجبش سرچ نکردم الان خیلی دیگه راحته دیگه گوگل رو بردار برو سرچ کن اگه دیدی طرف داره درست میگه که خب هیچی دمش کردم اگرم داره اشتباه میگه میتونی خیلی محترمانه بری بری که من بر مثلا به استناد به این منبع مثلا دیدم که اینجوری نیستش و این اتفاق نیفتاده و مثلا حالا تو یه حرفی زدی به جای این که مثلا مردم راجبش تحقیق کنن اومدن یه موجی را افتاده که بریم و مثلا کامنت بذاریم و چرتا بگیم و مسخربازی دراریم و این داستانه بود و این نظر من همیشه خیلی بیمعرفتی بود چون میگم فقط با یه سرچ خیلی کوچیک که الان تو دست هممون هم هستش تو یه دقیقه میتونی تا مثلا برسی که این حرف درسته یا غلطه این کار خوبی کردی واقعا خب یکی از چیزهایی که خلوص انسانها رو میگیره قضاوت کردنه دروغ گفتنه و خیلی چیزهای دیگه هست که منتظرم که بحثمون شروع بشه راجبش با جزئیات حرف بزنم یکی از چیزهایی که واقعا خلوص انسان‌ها رو از بین میبره قضاوت کردن اونم توی سوشال مدیا به خاطر اینکه پذیرفتن توی سوشال مدیا خیلی کار راحتیه یعنی تو دقت کنی ماها خیلی پذیرشمون بالا رفته آگاهی اصلا از مقاومت میاد اینکه تو وقتی یه چیزی رو میشنوی یا یه چیزی رو میبینی بری براش تحقیق کنی تا به آگاهی برسی آدمی که آگاهی نداره پذیرشش بالاست یعنی بهش بگی این الان اینجوریه میگه ای آره اوکی این اینجوریه ای آره اوکی بدون اینکه بخواد دربارش تحقیقی بکنه این میتونه هم در جهت مثبت باشه هم در جهت منفی باشه ام، یه وقتایی پیش اومده من خودم یه سری پادکست ضبط کردم تو پ... توی کانال خودم که یه تیکه هایی از صحبت های من رو شیر کردن و گفتم ببینین این دختره مثلا چه حرف خوبی میزنه حرف خوب و من خودم گاهی به این فکر کردم که چرا انقدر صحبتی که من کردم و دارن بزرگش میکنن واقعا حرفی که من زدم اونقدر هم حرف خوبی نبوده یه حرف ساده بوده میخوام بگم بزرگ نمایی و کوچک نمایی در سوشال مدیا و در کلا جامعه در بین آدم ها خیلی اتفاق میفته و این خاصیت زمین خاصیت دنیای مادی ما خاصیت انسانی ما و تو وقتی که بخوای از این تاریکی ها دور بشی بخوای به اون خلوصه برسی دقیقا باید همینا رو بذاری کنار به همین دلیل من واقعا اگه سرور دو سال پیش بودم سرور حتی یک سال پیش بودم شاید بابت و ناراحت شدم بابت قضاوت هایی که راجبم می شده تو هر سری پادکستی که ضبط کردیم یه تیکه جدا شده به هم فوش دادن به هم حرفای بد زدن ولی الان واقعا اینو از ته دلم برم میگم برای تمام اون آدم ها و برای تمام آدم هایی که شاید حتی از این پادکست بخوان چیزی در بیارن و حرفی بزنن واقعا میخوام که روحشون به آرامشی برسه که اصلا نتونن چیزی رو راجع به کسی بگن براش استوری بذارن براش پست درست کنن مسخره کنن چون تو وقتی روحت به مرتبه بالاتری میرسه وقتی که رشد پیدا میکنی اصلا مسخره کردن از روحیات تو حذف میشه قضاوت کردن از شخصیت تو چه بخوای چه نخوای حذف میشه اینکه پشت سر یه کسی حرف بزنی اصلا برات حذف میشه از بین میره چون تو زمانی براش نداری تو براش انرژی روحت دیگه نمیتونه صرف این مسائل بشه روح تو میره سمت چیزهای دیگه به هم دلیل واقعا از ته دلم برای همه کسایی که به من فوش دادن حرف بد زدن یا هر چیزی که اون لحظه باعث شد بخندن براشون خوشحالم که البته تونستن بخندن خوشحال باشن با مسخره کردن من و براشون واقعا آرامش میخوام براشون آگاهی میخوام براشون اینو میخوام که بتونن یکم پذیرششون رو نسبت به مسائل این چنینی کمتر بکنن و بیشتر تحقیق کنن تا به آگاهی برسن همین دقیقا. و نه هیچ چیز دیگه هم بیشتر منظم تحقیق کنن همین که چیز خیلی اوکیه که یه حرفی یه جا گفته میشه چهار تا جمله اش کات میشه میاد بغل هم دیگه میشه یه ویدیو که منظور رو عوض میکنه و مثلا مردم رو میبینن روی اون میان قضاوت میکنن یعنی همین اینه یعنی میدونی من خودم اینو متوجه شدم که واقعا نمیشه این پروسه قضاوتگری رو هیچ وقت از بین برد ولی میتونی که سطح انرژیت رو از اون آدم ها بالاتر ببری تا دیگه روی تو تأثیری نذارن خیلی جالبه من داشتم چند روز پیش به اصلا میگفتم خب مثلا خیلی ها به من دایرکت میدن یا به هم مسیج میدن وای تو چقدر خوشگلی ی هم به مسیج میدن میگن تو چقدر زشتی یا فلانجا چرا این شکلیه داشتم به اصلا میگفتم میگفتم ببین نه من از اونی که میگه تو زشتی ناراحت میشم نه اونی که میگه خوشگلی خوشحالم میکنه یعنی یک ام... نه که حالا بگم حس خوب به آدم نمیده کلمات مثبت به آدم... آدم و احساسات خوبی میده ولی میخوام اینو بگم که تو از یه مرحله به بعد واقعا دیگه درگیر جهان مادی نمیشی و برای من این اتفاق افتاد و یکی از چیزهایی که دوست داشتم راجع به صحبت کنم اینه که خیلی دارم تلاش میکنم که بیشتر بیشتر اینو تجربهش کنم و کسبش بکنم و تو وقتی که وارد این مسیر میشی وقتی که وارد این آگاهی میشی نمیتونی خیلی چیزهای دیگر رو بپذیری و برات ناراحت کننده یه خیلی زیاد یا خوشحال کننده خیلی زیاد باشه به خاطر همین من واقعا الان ست کسی ناراحتم نه بهش فکر میکنم نه اصلا هیچی یعنی واقعا یه چیزیه که برام از بین رفته و اگرم الان مثلا یه وقتا یه چیزایی ببینم یاد نیشخند میزنم و رد میشم واقعا تأثیری نیستش اوکی okay, هم تو اصلا همین رو بگیم و بریم راجع به خوبتر صحبت بکنیم چرا انقدر شما خودتونو رو میندازین تو چالش‌های مختلف یعنی تو اون نقطه <laughs> امنه درست میشه مهاجر تو خب دو سه بار مهاجرت داشتی فقط تو همین یکی دو ساله گذشته اصلا این روحیه از کجا میاد بعد میخوام بدونم که تو این مهاجرت هایی که حالا داشتی تو چالش های مختلفی که واسه هر آدمی پیش میاد تو نگاهت به این چالش ها چه جوری شده یعنی ببی... نگاه کلا به چالش و اینکه گذر... گذشت کردن از اون چالش چه جوری شده من فکر میکنم که آدم وقتی که یه وزنه ای رو تو زندگیش بلند میکنه هی بدنش قوی تر میشه واسه وزنه های سنگین تر یعنی من حس کسی رو داشتم روزهای اولی که تصمیم گرفتم مهاجرت کنم یا اون قدم سخت زندگی رو بردارم مثل کسی هستی که واسه اولین بار وارد باشگاه میشه و یه عالم دنبل میبینه تو وزنهای مختلف میری سمت دمبل هایی که هستن وزن یک کیلوی رو میبینی اه چه راحت میتونم بردارم دو نیم کیلو رو میبینی اه چه راحت میتونم بردارم به پنج کیلو ده کیلو پونزده کیلو بیست کیلو که میرسی میبینی اینا برداشتنش خیلی برات کار سختیه شاید بتونی برداریش اما نمیتونی باشون تمرین کنی نمیتونی باشون بازی بکنی بعد یه سری وزنه های دیگه هستن 35 کیلو و 40 کیلو که اصلا بلند کردنشون به ذهنت نمیرسه یعنی تو اصلا وارد اون لاین نمیشی یعنی تو لاین بالا همون کوچولو ها رو ممکن امتحان بکنی و اصلا به ذهنت نرسه که اون پایینی ها رو بتونی بهشون دست بزنی زندگی و تجربه زندگی هم به نظر من همین شکلیه من از 19 سالگی شروع کردم به وزنه بلند کردن و وقتی که تو خودت رو وارد آزمون رو خطا میکنی خودتو وارد تجربه زندگی میکنی و میتونی از یک تجربه گذر کنی یعنی بدن تو روح تو و انرژی تو به اون وزن عادت کرده یعنی اگر تو یک ماه با وزنه پنج کیلو تمرین بکنی ماه بعد که بخوای بری باشگاه با ترس سمت وزنه پنج کیلوه نمیری شاید نگران 10 کیلو باشی برای بلند کردنش اما 5 کیلو دیگه برات راحت شده وقتی که این پروسه طولانی میشه یعنی تو دو سال سه سال داری میری تو باشگاهت و وزنه بلند میکنی و میبینی هر بار ازولاتت داره برای اون سنگین ترا قوی تر میشه یه روز به خودت میای و میری میگی بزار 25 کیلو رو یه امتحان کنم من هفته پیش 15 کیلو رو زدم پس 25 کیلو شاید بتونم بلندش کنم و یهو می‌بینی اه آره تونستی شاید دردت بگیره شاید اذیت بشی شاید کبوت بشی اما می‌بینی که نه واقعا این عضل قوی شده برای من همین اتفاق افتاد یعنی تجربه زندگی برای من این شکلیه که من وقتی که یک مرحله رو گذر کردم موفق شدم و دستاوردشو رو گرفتم اعتماد به نفسم برای بلند کردن مرحله بعدی بیشتر شد و وقتایی که یه سری آدما میگن که ما چجوری میتونیم قوی تر بشیم یا چجوری میتونیم اعتماد به نفسمون رو بیشتر کنیم فقط کافیه که خودت رو تو تجربه های مختلف زندگی و تو سختی ها بندازی وقتی که میبینی یه چالش ها تو زندگیت میتونی برنده بشی اعتماد به نفس و قدرت پیدا میکنی برای چالش بعدی میگی ببین من اون مرحله رو گذروندم پس اینم میتونم شاید دوباره برات شرایط سخت باشه اما میتونی پروسه زندگی منم همین شکلی بود این که میگی چیه که این کار رو میکنی چون که احساس این رو دارم که من وزنه سنگینی تو زندگیم بلند کردم الان کسی نیستم که از یک کیلوه میخواد بپره 25 کیلوه من چند ماه پیش اون 15 کیلوه رو بلند کرده بودم الان تصمیم گرفتم 20 کیلویی بلند کنم و بدن من، تجربه من، روح من توان بلند کردنش رو داره و زندگی همینه که تو بتونی همون قدری که میری باشگاه بدنت رو تمرین میدی قوی ترش میکنی بتونی روح تو و تجربیات زندگیت رو هم قوی تر بکنی تا بتونی محکم تر بشی برای تجربیات جدید اگر از اون بی تجربگی بخوای یه بپری رو اون تجربه یه سنگین و بزرگ قاعدتا بدنت بیشتر درد میگیره یه راه آروم, آروم تر و استپ استپتر رو شاید باید سختتر بگذرانی اما اگر که بدنت قوی بشه روحت قوی بشه این تجربه برات آسونتره اونقدر برات سخت نیست مواجهت دوم ما یعنی حالا اینکه با اصلان اتفاق افتاد اونو که تنها بودم راستش الان که بهش فکر میکنم میگم وای چجوری من این کارو کردم یهو ما اومدیم مسافرت بعد یهو مهاجرت کردیم یعنی همه چی اونجا ول کردیم اومدیم الان که بهش فکر میکنم میگم بابا دمت گرم واقعا دمتون گرم شما این تصمیم رو گرفتین چون آسون نیست باقن. اینجا کشور آسونی نیست برای زندگی ولی اون لحظه ای که داشتم این تصمیم رو میگرفتم پیش خودم گفتم سرتو خیلی چیزای سختی رو تا الان گذروندی این هم یه تجربه جدیده و تو براش اونقدر قوی هستی که بتونی از پسش بر خیلی هم سخت گذشت اما فکر میکنم که دارم موفق میشم و دارم از پسش برمیام آره صد درصد تو خودت که اصلا دختر قوی و زرنگی بودی و بلدی که چه جوری زندگی بکنی اصلا هم که اومد تو زندگیت خب قوی تر شدین همه همه این قدرتتون زب در دو شد در واقع یعنی تیم شدین و این تیمه میدونی یه تیمی که خیالتون راحت پشت هم دیگه این قدرت بیشتر و به نظرم که حتما که آینده خیلی آینده قشنگتر و بهتریه یعنی همیشه از دور که ما شما رو میبینیم شما همیشه اینجوری آره اصلا خیلی باعث شد که چون من چند سال پیش تصمیم داشتم بیام دوبه زندگی کنم بعد به خاطر حالی اتفاقات نشد و رفتم استانبول و اتفاقا میبینم سرنوشت قشنگ چید که من اول برم اونجا اونجا بتونم یکم خودم رو بیشتر بسازم و اصلان رو ببینم بزنم. دقیقا اصلان رو ببینم و برنامه یه دوباره بشه زندگی توی جایی که خب چالش برانگیزتره سختره و این بار من تنها نبودم و با همسرم بودم با کسی بودم که خب خیلی حمایتم میکرد خیلی کنارم بود و واقعا این تصمیمی که این دفعه گرفتم تصمیمی نبود که بخوام تنهایی بگیرم یعنی اگر حضور اصلا نبود مهاجرت این مهاجرت اتفاق نمی افتاد اصلا به خاطر روحیاتی که داره و خیلی پذیرشش بالا خیلی صبوره خیلی با همه شرایط کنار میاد و بسیار آدم فلکسیبلیه باعث شد که این مهاجرت اصلا اونجوری که فکر میکردم چالش داشته باشه نباشه یکم کمتر باشه به خاطر حضور اصلا اگر تنها این کار رو میکردم توی این کشور شاید واقعا دووم حتی نمی آوردم ولی حضور اصلا باعث شد این مسیر پرپیچ و خم و پر از دست اندازش خیلی نرمتر و راحتتر تر بشه دقیقا و تبریک میگم راستی به خاطر اینکه اصلا تو مسابقات شنا هنش تا طلا گرفت آره ششتا تلو ششتا تلو و یه نقره و واقعا اصلا ما که دیدیم حسابی آره. که خیلی تبریک میگم بهتون همه خیلی سورپرایز گفتم خب اصلا من عکس حسرا دیدم یه عالمه اینجوری مدار انداخته آره. و ترکوندش متاسفانه یا خوشبختانه اصلا اهل شعاف نیست باز مثلا من یه ذره یه سری چیزا رو میتونم پروموتش کنم راجبش توضیح بدم حرف بزنم این کارو کار کنم ولی اصلا اصلا تا یکی دو ماه اول که ما با هم دوست بودیم من نمیدونستم اصلا بالای 130 تا مدال قهرمانی داره و من نمیدونستم اینو مثلا اینقدر چیزا راجبش بود که به مرور زمان میفهمیدم مثلا یه بحث میشد که من این کارو کردم گفتم برو شوخی که تو این کار رو کردی اصلا اهل شعاف و نشون دادن و خودنمایی و اینا نیست به خاطر همین آدما خیلی در جریانش همه سپرایز شدن خیلی خفم و تبریک میگم با جفتتون باعث نیمسی. افتخاری سرور به نظرت حالا الان زمانی که ازدواج کردین یعنی من خودم چون این کار نکردم واسه سواله این که بعد از ازدواج با قبل از ازدواج چه فرقی میکنه به نظرت؟ تو چه فرقی توش دیدی من فکر میکنم برای هر آدمی متفاوته و اتفاقا فکر میکردم که همه مثل همه یعنی فکر میکردم اون چیزی که من تجربه کردم و بقیه تجربه میکنن اما وقتی که من اصلا ازدواج کردیم و خب اینو شیر کردیم با بقیه کامنت ها و دایرکت هایی میگرفتم که میدیدم تجربه ازدواج بقیه با من یکی نیستش و هر کسی به یه شکلی براش یه جورایی نشون داده میشه اون آدم بعد از ازدواج میتونه بهتر بشه میتونه بدتر بشه میتونه چالش برانگیزتر بشه میتونه خیلی بیشتر خوش بگذره یعنی خیلی همه چیز فرق میکنه تجربه من از قبل ازدواج و بعد ازدواج واقعیت اینه که خیلی بهتر بود یعنی برخلاف اینکه توی دوستی همه میگن خب خیلی هیجانات بیشتره خیلی مثلا دوست داشتنه حالا بیشتر بعد ازدواج عادی میشه و اینا خیلی برای من جالب بود که توی رابطه ما این اتفاق تا الان حداقل نیفتاده و ما هی داریم معجزه عشق بیشتر متوجه میشیم به نظر من ازدواج فقط اینکه حالا تو به یکی اوکی رسیدی و حالا با یکی داری زندگی میکنی نیستش خیلی چیزهای عمیق و درونی داره که به روند زندگی تو اگر که تو هدفات و مسیرت مشخص باشه بیشتر کمک میکنه و خیلی تو رو آدم سالمتر و صافتری میکنه خیلی ولی بستگی داره که تو از زندگی چی میخوای یعنی اگر که تو چیزایی که از زندگی میخوای خیلی سطحی باشه ممکنه ازدواج اصلا دست و پاتو ببنده ممکنه برات بد باشه خیلی مهمه که تو خودت رو بشناسی و بعد یه آدم رو با خودت همراه کنی اگر که تو آدم مثلا این نباشی که حالا بخوای مسئولیت زندگی رو بپذیری بعد بری یه آدمی رو باش همراه خودت کنی و باش ازدواج بکنی بعد بری تو زندگی ببینی نه اون چیزی که تو میخواستی خیلی متفاوته با ازدواج و خیلی داره دست و پاتو میبنده اون وقت هم خودت اذیت میشی هم طرف مقابلت رو اذیت میکنی اما اگر اهداف تو مشخص باشه چیزایی که تو از زندگی میخوای مشخص باشه ازدواج میشه یه کمک کننده و یه سلامت به نظر من برای ادامه زندگی همینطور تشکیل خانواده بچه دار شدن هی hey, به تو به اون تکاملت کمک میکنه برای من این اتفاق افتاد و من شخصا معتقدم که عشق یکی از سلامتی هاییه که ما میتونیم به خودمون اضافه کنیم یعنی وقتی که تو به یک انسان متعهدی وفاداری عاشقشی دوستش داری بهش توجه میکنی به اون آدم به چیزایی که اطراف اون آدم هست و به چیزایی که اطراف خودت هست این باعث سلامتی زندگیت میشه یعنی بودهای مختلف دیگه زندگیت رو هم درست میکنه مثل کسی که ببخشید من به ورزش حرف میزنم همیشه خیلی مثالش میزنم مثال خیلی درست چون واقعا دستاورد ورزش انقدر زیاده که من راجبش حرف میزنم تو وقتی شروع میکنی ورزش کردن ناخداگا برنامه خواب تنظیم میشه غذا خوردن درست میشه نمیدونم سلامتی بدنت بهتر, بهتر میشه مقاومت بدنت بهتر میشه تو, تو آره عشق این شکلیه یعنی انگاری که تو وقتی یاد میگیری عاشق باشی نه صرفا عاشق یک شخص اینکه عاشق یک شخص دیگه باشی یک نوع از اشقه. این اینکه عشق توی بدن تو توی هورمون تو توی روح تو وجود داشته باشه و عاشق همه چیز باشی عاشق ذره ذره وسایل خونت باشی عاشق سخت بالای سرت باشی عاشق غذایی باشی که میخوری عاشق بدنت باشی عاشق روح خودت باشی و اینو بتونی به محیط اطرافت به یک آدم دیگه تزریق بکنی سلامت تو رو بالا میبره و من به نظرم این شکلی بوده برای من این شکلی صورت گرفته و برای اصلان که ما با ازدواجمون هی سلامتمون معنویاتمون تو زندگی خیلی بیشتر شده یکی از تغییراتی که من کردم همین بوده من وقتی که دو سال پیش تو با من مصاحبه کردی یعنی با هم پادکست ثبت کردیم و حرف زدیم خیلی دنبال ماده بودم خیلی دنبال این بودم برم بهتر کنم پیشرفت کنم و اگر یه نفر آه. بره اون خیلی آروم شدی مصاحبه رو گوش کنه میبینه که سرور چقدر دنبال چالش دنبال هیجان نه که الان نباشم ولی هرچی که گذشت با تجربه عشق و به نظرم عشق واقعی واقعی رو من تجربه کردم یعنی واقعا اون رو تو وجودم احساس کردم معنویاتم خیلی بیشتر شد نور زندگیم خیلی بیشتر شد امیدم خیلی بیشتر شد و یاد گرفتم که عشق یه چیزی نیستش که تو فقط توی یک آدم دیگه ببینی تو تا زمانی که اونو توی خودت پیدا نکنی تو وجود خودت پیدا نکنی نمیتونی اصلا به آدم دیگه بدیش و وقتی که اون عشق تو وجود خودت پیدا میکنی خیلی هم نیاز به یه آدم دیگه نداری یعنی اگر که خوب فرصتش باشه یک آدم خوبی باشه تو اون عشق رو با... باهاش شریک میشی چیزی که بود من به خاطر اینکه تو مهاجرتم خیلی تنها شدم و از تمام دوستای صمیمیم جدا شدم خیلی منزوی شدم و خیلی با خودم مواجه شدم یعنی یه آینه اومد مقابلم و با خودم مواجه شدم تو مهاجرت و اون تنهایی شدید مجبور شدم که عشق رو تو خودم پیدا کنم و اصلا هم اینو تجربه کرده و ما صرفا اون عشقی که تو وجودمون بود اون عشق زندگی رو به همدیگه دادیم با هم شریکش شدیم و مثل ازدواج برای من مثل یک نهال یک گیاهی شد که من و اصلا با هم کاشتیمش بهش داریم آب میدیم و این گیاه هی داره بزرگتر میشه و ما داریم از اکسیژنش استفاده میکنیم یه مدت دیگه از میوهش استفاده میکنیم تو فصلهای مختلف رنگش عوض میشه شکلش عوض میشه یه روزی سرده یه روزی گرمه ببخشید ولی این یه گیاه تو زندگی ما یه نهالیه که هست برای ما داره رشد میکنه و تجربه من از ازدواج تجربه قشنگی بوده تبلیغش نمی کنم ولی خب با توجه به پیامایی که از آدم های دیگه می گیرم می بینم که این تجربه برای آدمها ها متفاوته و خیلی مهمه که تو خودت رو بشناسی مسئولیت پذیریت رو بشناسی با خودت دوست باشی از خودت آگاه باشی و بتونی سلامت رابطه داشته باشی نه اینکه صرفا خب اوکی من یکی رو دوست دارم حالا برم باش ازدواج بکنم اون دستاورد خیلی مهم نیستش دقیقا نظر من و, و راجب سلف که گفتی خیلی قبول دارم چون از چند خوشم داشتم یه پادکست راجب سلف گوش میدادم همین عشق به خود که میگفت ما آدما اگر دقت بکنیم اصلا خیلی وقتا با خودمون بعد صحبت میکنیم یعنی یه اشتباهی اگه میکنیم با خودمون بد صحبت میکنیم خودمون رو دعوا میکنیم به خودمون فش میدیم حالا نه ماها میدونیم ماها که یه دیگه این رو فهمیدیم خب قاعدتا خیلی کنترل شده ترتون و گفت وقتی یاد بگیر اصلا با خودت خودت رو دوست داشته باشی با خودت خوب صحبت کنی یه اشتباهی کردی الان مثلا یه چیز افتاد شکست نگی تو مثلا یه آدم احمقی هستی که دستت خورد اینو انداختی شکستی بگی اشکال نداره خب اشتباه کردی دیگه مثل بقیه اشتباه آدمایی که اشتباه میکن تو هم اشتباه کردی و وقتی با خودت اینو اول شروع بکنی تمرین کن وقتی میتونی با بقیه همینجوری باشی میتونی عشق تو زندگیت بدی و دقیقا همون چیزی که گفتی اصلا سلامت روح آدم و هی میدونی اون عشق بزرگتر و بهتر و تمیزترش میکنه و میتونی رابطه قشنگتری با عشق زندگی داشته باشی با بقیه آدما داشته باشی و خیلی قضیه مهمه خودم من چند وقت دارم راجعه سرف سرفلاو. هی میخونم هی میبینم گوش میدم و میبینم چقدر همه چی از اون شروع میشه همه چیز اصلا از اون سلفلاوه با واقعا یه خودشناسی شروع میگن میشه میگن که دنیای بیرون انعکاس روح توه انعکاس رفتار توه انعکاس اون چیزایی هستش که تو داری زندگیش میکنی ماها فکر میکنیم که خیلی دنیا فرمول سختی داره حالا برم کار کنم اینجوری کنم و چطوری یه پارتنر خوب پیدا کنم چطوری نم یه رابطه خوب داشته باشم چطوری پول در بیارم همه چیز رو خیلی برای خودمون بزرگ میکنی ولی واقعیت ماجرا اینه که تو متولد شدی خودت رو بشناسی و وقتی که به آگاهی و شناخت از خود میرسی وقتی میتونی خودت رو دوست داشته باشی میبینی میتونی تو شغلی که دوست داری باشی میتونی با کسی باشی که واقعا دوستت داشته باشه میبینی روابط سالم تری داری یعنی همه چیز از پذیرش خودت شروع میشه با همه خوبی ها و بدی هایی که تو داری من فکر میکنم یکی از دلایلی که آدم ها سخته براشون خودشون رو دوست داشته باشن مقایسه است مقایسه باعث میشه که تو به خود از خودت ناامید بشی چون یکی رو همیشه میبینی همیشه برای هر آدمی یکی هستش که خیلی شرایطش فرق کنه با اون آدم و چیزایی رو دوست داشته باشه اون شخص که اون آدم هم بخواد داشته باشه حالا مربوط به ظاهرشه مربوط به خونه و یا هر چیزی این برای همه پیش میاد برای خود منم پیش میاد یه وقتایی مثلا یه چیزی رو میبینم میگم چقدر خوبه مثلا منم برم اینو به دست بیارم چیزی که هستش آدم اصلا نباید خودش رو با شخص دیگه ای مقایسه بکنه و بگه من اون زندگی رو میخوام که اون داره من اون شرایطی رو میخوام که اون شخص داره تجربه میکنه چون تو تا زمانی که اینو بخوای هنوز تمرکزت روی خودت نیست هنوز به بهترین های خودت نمیرسی هنوز یه انگار داری دزدی میکنی از در یه خونه دیگه به جای اینکه تو خونه خودت وسیله زندگیت رو بچینی و بسازی و توی خونه همه ما دانیال اون وسایل زندگی هست اون ظرفا هست اون مبلا هست ولی نامنظمه ما بتونیم اینا رو بچینیم کنار هم دیگه و بتونیم نظم بدیم به افکارمون به اون چیزایی که از زندگی میخوایم حالا میتونیم از اون وسایل درست استفاده کنیم ما ها فکر میکنیم که آدم های دیگه چیزایی رو دارن که ما نداریم این یه جورایی درسته و یه جورای غلطه خب هر کدوم ما توی یک کشور خاصی به دنیا میایم با شرایط مالی متفاوت با شرایط خانوادگی متفاوت اما چیزی که منکرش نمیتونیم بشیم انسان بودنمونه این پوست و این بدن و این ذهنیه که داریم و این چیزی هست که داریم باهاش زندگی میکنیم و اولین و پایه‌ای ترین کاری که میتونیم برای این پوست و بدن و ذهن بکنیم رشد و آگاهیه قوی تر کردن این اولین کاریه که میتونیم براش بکنیم سلامتشه. سلامتشه. و من قول میدم به همه کسایی که ناراحتن از دنیای بیرونی قور میزنن بابت دنیای بیرونی که دارن اگر بتونن این سلامت رو توی خودشون به وجود بیارن از هر نظری باعث میشه تمام اون خونهی که ریخت و پاشه و نمیدونن چطوری باید توش زندگی کنن رو هی سازماندهیش کنن، هی نظمش بدن و کار یه روز دو روز نیست خیلی کاریه که طول میکشه انجام بشه اما از یه جایی اگه شروع بشه آروم آروم تو میتونی انجامش بدی و وقتی که میبینی یه تغییراتی تو زندگیت انجام دادی وقتی میبینی یه دستاوردی داری آروم آروم باعث میشه خودتو دوست داشته باشی هیچ آدمی اون اول اول, اول اولش نمیتونه بفهمه عشق به خود یعنی چی خودم رو دوست داشته باشم اصلا یعنی چی طول میکشه متوجه بشه من وقتی مثلا به خودم نگاه میکنم میبینم خب من چه تغییراتی کردم چه قدمایی تو زندگی برداشتم میگم ایول برا خودم دست میزنم اون دستی که برای خودم میزنم باعث میشه احساس خوبی به خودم بدم اگر کسی از جاش بلند بشه و سعی کنه تو زندگیش یه سری تغییراتی ایجاد بکنه ناخداگاه به خودش افتخار میکنه و اون افتخار کردنها وقتی که زیاد و زیادتر میشه باعث میشه احساس ارزشمند بودن داشته باشه وقتی احساس ارزشمند بودن داشته باشه به سختی تو تله و دام میفته به سختی وارد تاریکی میشه به سختی با آدمهای بد مواجه میشه یعنی خیلی چیزای دیگش در کنار همدیگه درست میشه به نظر من اینو میخواستم بهت بگم که تو واقعا تغییر کردی یعنی الان سرور الان با سروره دو سال پیش مقایسه میکنم هر بار من خودت آرومتر شدی و چقدر یعنی مشخصه که چقدر به اون پذیرشه رسیدی و واقعا دمت کرد یعنی این مسیر مسیریه که خود بهتر میدید باید واسه صبر و حوصله بذاری واقعا باید عشق بذاری واسه خودت ولی نتیجهش هم قاعدتا الان داری میبینی خودم هم رو که چقدر باحاله و در رابطه با مقایسه که گفتیم منم یه مدت خیلی راجبش دارم هی hey, میخونم گوش میدم دقت میکنم تو زندگی آدما که این مقایسه کردنه چقدر کار سمیه و متاسفانه اینستاگرام چقدر این حسه رو به آدم منتقل میکنه این حس مقایسه کردن اصلا اومد اومده که این کارو بکنه آره این, این تو راهکارت واسه این قضیه چیه ببین من اینجوری فکر میکنم که خب علم پیشرفت میکنه هی hey, هی hey, بیشتر پیشرفت میکنه و یه سری آدم ها خب ازش استفاده درست میکنن یه سری آدم ها استفاده غلط میکنن مثل خیابونا یه سریات تو خیابون دارن مواد میفروشن یه سریات تو خیابون دارن ورزش میکنن هر کسی از فضا و محیط دورش یک جور استفاده ای می میکنه و یه جور ازش دستاورد داره یکی از اتفاقاتی که خب توی شبکه مجازی متاسفانه میفته اینه که ما به صورت ناخداگاه بدون اینکه بخوایم با بخش آدمهای زیادی از کالچرهای مختلف روابط مختلف مواجهیم که وقتی که شبکه مجازی رو باز میکنیم همه چی تو چشممونه و همه اون چیزها رو داریم میبینیم سطح توقع ما بالاتر میره یعنی تو یه کسی هستی که مثلا دارم میگم توی خانواده بزرگ شدی که پدر مادرت مثلا کارمند بودن دستشون به دهنشون میرسیده تا جایی که تلاش کردن سعی کردن طور رو تعمین بکنن رفاه و برات فراهم بکنن اما تو اینستاگرام رو باز میکنی یهو مثلا یک بچه ای رو میبینی که خب پدر مادرش نمیدونی دارن چی کار میکنن خیلی پولدارترن اون آدم مثلا یه ماشین خوب زیر پاشه یه شرایطی داره که از تو خیلی متفاوته و خب سریع خودتو با اون آدم مقایسه میکنی میگی من چرا توی اون شرایط نیستم این برای همه پیش میاد برای منم پیش میاد ممکنه توی یه زمینه دیگه خودم و با یه چیز دیگه قیاس کنم و قرارش بدم وقتی که من توی شرایط قرار میگیرم خودم شخصا یه لحظه به خودم نگاه میکنم میبینم که با گذشته خودم با اون چیزی که قبل بودم چه تغییراتی داشتم اگه دارم بهتر میشم مسیر درستی رو دارم میرم پس باید انقدر پیش برم که به بهترین خودم برسم اگر که دارم بدتر میشم دارم نسبت به گذشته خودم پسرف میکنم پس این یه نشونه است بازم چیز خوبیه یعنی باید بگردم ببینم چه چیزایی داره باعث میشه که من از یک سال پیشم مثلا شرایطم بدتر باشه حالا از هر لحاظی از لحاظ مالی بدنی شرایط روحیه بگردم اونا رو پیدا کنم و درستش بکنم و چیزی که واقعا دانیال به نظر من صد درصد هستش اینه که تمام زندگی هایی که ما میبینیم تمام روابطی که میبینیم ظاهر آدم هایی که میبینیم هیچ چیزی کامل نیست چون که اگر یعنی از لحاظ فلسفی تکامل کامل بودن زیبا نیست نظم چیز خوبی نبود اگر بی نظمی وجود نداشت نظم معنا پیدا میکنه ما میگیم که تو زندگی مثلا منظم باشیم روتین داشته باشیم چون بینظمی خودش یک معنای جدایی داره و اون بینظمی باعث ایجاد معنای نظم میشه خب پس اگر که این تفاوت‌های ظاهری باطنی شرایط مالی مختلف نباشه ما نمیتونیم بهتری رو تشخیص بدیم تا بتونیم به اون سمت بریم من چیزی که فکر میکنم آدم ها باید توی خودشون از بین ببرن حسادت حسادت یک احساس بسیار کشنده است به نظر من و از همون مقایسه کردن های بیش از حد میاد و احساس سالمی نیستش به نظر من تو جایی که یاد بگیری نباید چیزی رو که یکی دیگه داره رو بخوای سعی کنی از اون آدمی که به اون چیزها رسیده یه تجربه کسب کنی آموزش ببینی مثلا یه آدمی رو میبینی که به یه موفقیتی دست پیدا کرده که اون همیشه رویای تو بوده من خیلی این اتفاقاشون برام میفته مثلا یکی رو میبینم میگم او این دقیقا اون هدفیه که من دارم سری میرم سرچ میکنم ببینم این آدم چجوری اینجوری شده چه روتینی تو زندگیش داشته چه مراحلی رو رفته چیا رو یاد گرفته که الان اینجاست اونایی که به کارم میاد و شروع میکنم به زندگیم اضافهش میکنم شروع میکنم میگم خب این این مسیرها رو رفته این کارا رو داره میکنه پس من هم باید یک ورژن بهتری رو از خودم داشته باشم یه چیزی رو بسازم نزدیک به اون کارهایی که این آدم تو زندگیش کرده تا بتونم بعدا در آینده توقع اینو داشته باشم که توی اون قالب از موفقیت قرار بگیرم میدونیم مثل چیه؟ ما ها مثل خمیر بازی هستیم که یه سری شیپ جلومون هست شیپ گل، شیپ درخت، شیپ آسمون هر چیزی جلومونه و ما باید فلکسیبل باشیم باید اون خمیر نرم باشیم که بتونیم توی اون شیپ ها قرار بگیریم و برای اینکه این خمیر آماده بشه که توی اون جاهایی که تو تو زندگی تارگتت قرار بگیری باید ورزیده بشی باید انقدر این خمیر رو ورزش بدی که بره تو اون غالب گل شکل گله در بیاد و اگر تو تو زندگی تارگت و هدفی داری که اون بخشی از زندگیت میخوای که توی اون غالب باشی ثروتمندتر باشی حالا نمیدونم با کسی باشی یه عشق تو زندگی باشی هر تارگتی که داری باید ورزیده بشی باید اول این روش کار بشه که بتونه اندازه اون غالب بشه و وقتی که آمادش میشی کائنات تو مسیرت قرارش میده چون میبینه که تو داری براش آماده میشی میبینه که, میبینه که تو داری براش شکل پیدا میکنی وقتی که آمادش نباشی ناخداگاه اصلا قرار نمیگیری تو اون موقعیت من خیلی اضافه وزن داشتم یعنی خیلی چاق بودم و اون موقع ها رویای اینو داشتم که یه روزی معروف باشم برم یه جا سخنرانی کنم و خیلی مثلا به این چیزا فکر کردم نمیدم عکسم بره رو مجله بگو و اینا بعد واقعا اون موقع به این قضیه فکر کردم که خیلی از من دوره به خاطر اینکه به هر حال چه بخوام چه نخوام من برای اینکه بتونم اون سخنرانی رو بکنم نمیتونم آدم الان باشم باید یه سری تغییراتی بکنم بحث ظاهر نیست من باید یه پوستی بندازم بله. باید یه چیزایی توم شکسته بشه که بتونم مثلا عکسم بره رو اون مجله که الان آرزومه مثلا برام اتفاق بیفته و گفتم برای اینکه بخوام تو اون قالب ها قرار بگیرم مجبورم یه سری تغییرات بکنم چه بخوام و چه نخوام و شروع و کردم به تغییر کردن اون سرور نمیتونه به زور بیاد خودش رو جایی بندازه که اندازش نیست الان هم چیزایی میخوام که شاید سرور الان اندازه اون اتفاق نباشه ظرفیت اون اتفاق نداشته باشه من باید رو ظرفیت خودم روی شکل خودم شیپ خودم کار بکنم خودم رو ورزیده بکنم برای موقعیت جدید تا زمانی هم که بخوام قد باشم بگم نه من عالیم من خوبم من هیچ مشکلی ندارم من هیچ ایرادی ندارم یا یعنی اینکه من اصلا نمیخوام تغییر کنم من همینم که هستم هیچ کدوم اون درها واسم باز نمیشه وقتی این اتفاق میفته که تو بپذیری این ضعف منه این نقاط قوت منه و من با همه اینها میخوام اون بهترین 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 خودم باشم چه از لحاظ شخصیتی میتونی هی کامل تر بشی چه از لحاظ ظاهری میتونی هی بهتر, بهتر و بهتر و بهتر و بهتر بشی و وقتی که یه چیزی رو تو زندگیت میخوای تا زمانی که ظرفیتش رو نداشته باشی تا زمانی که آمادش نباشی برات اتفاق نمیفته و اگر هم برات اتفاق بیفته از دستش میدید این اتفاق برای من واقعا افتاد یعنی خیلی برام جالب بود که من ده سال دارم عکاسی میکنم دارم کار میکنم من ده سال پیج پابلیک دارم و هیچ وقت پیج من دیده نشد یعنی واقعا من تا مثلا هشت سال هشت سال هم؟ نه نه سال میاد تو هم یک سال پیش درسته این همه من کار هنری انجام دادم و این همه کار کردم پیدا همیشه متفاوت داشتی ایده های باحال داشتی و وقتی شروع کردم به تغییر کردن شروع کردم به یه سری چیزا تو زندگیم عوض کردن اون اتفاقات برای من افتاد و بهترین موقع افتاد یعنی من نه سال غور زدم که چرا کسی پیج من رو نمیبینه من اینقدر کارم خوبه چرا دیده نمیشم چرا این اتفاقا هم نمیفته اما موقعی برام افتاد که من از همه نظر هم کلی تجربه داشتم هم کلی یاد گرفته بودم هم کلی هنر داشتم یعنی کلی چیز واسه ارائه کردن داشتم و یه عالم مخاطب به پیج من اضافه شد وقتی اضافه شدن که من یه عالمه براشون چیز داشتم تو دستم یعنی موقعی به هم اضافه شدن که من واقعا دستم پر بود آمادهش بیدم تمام آمده. این سالها فهمیدم که من باید این قدم ها رو بر داشتم. تا واسه این لحظه آماده باشم و فهمیدم تمام اون گرزدن های من علکی بود من داشتم براش ساخته می شدم. و داشتم تلاش نمامی کردم الان هم ممکنه بابت یه سری چیزا یادم بره فراموش کنم غور بزنم و سری به خودم یادآوری میکنم میگم ببین خوب تو با خودت باید مقایسه کنی تو چی بودی چی شدی چی قراره بشی و اون چیزایی که باید برای تو اتفاق بیفته برای تو خوبه برات اتفاق میفته چون تو تو مسیرش داری تلاشتو میکنی و اگر چیزی برات پیش نیاد حتماً برای تو درست نبوده و برای تو خوب نبوده یه مثال دیگه هم بزنم ببخشید که این قسمتش طولانی نه، شد نه با حالت لذت میارم اصلا قرار بود بره آمریکا چون برادرش آمریکاست و چهار سال منتظر بود که بره آمریکا و اصلا من وقتی که اصلا رو دیدم منتظر ویزاش بود و خیلی هم تو چالش بودن ایمیل میزدن به سفارت که جوابشون بیاد و همه پیگیر کارش بودن آقا این ویزا نمیومد خیلی هم اتفاق عجیبی بود چون اصلا مصاحبه رفته بود یعنی تو اگر که وقت مصاحبت نیاد حالا میگی خب مصاحبه وقتش نیومده دیگه حالا ویزا باید بعد اون بیاد اصلا مصاحبه رو رفت خوب بوده و دانشگاه اکسپت شد و همه چی یعنی کالج پذیرش گرفت که بره تو اون مرحله یعنی ویزاش بود. به طرز عجیبی قف شد و نیامد و تو اون تایمی که اصلا منتظر ویزاش بود من و اصلا همدیگر رو دیدیم و خیلی جالب بود که اصلا اوایل دوستیمون کلی ناراحت بود و استرس داشت که یعنی خب هنوز البته با هم دوست نبودیم استرس داشت که چرا ویزاش نمیاد و اینا همش درگیر این مسئله بودن و الان میفهمیم چرا نیومده یعنی ده اگر فهم. که این ویزا میومد واقعا این اتفاقا نمیافتاد و اون چیزی که سالها فکر میکرد براش خوبه باید بره اصلا به شکلی چیده شد که فکرشون شاید نمیکرده برای منم همینطور بوده میخوام بگم این پذیرش خودمون با هر چیزی که هستیم پذیرش این زندگی با تمام رنجها و قمها من کتابی دارم میخونم کتابش با این جمله شروع میشه زندگی یک رنجه تو وقتی که بتونی اینو بپذیری که زندگی یک رنجه و من اومدم توی این زمین توی این کالبد الان قرار گرفتم این روح اومده این جسم انتخاب کرده این جمله‌ای که دارم میگم برای جمله‌ای که خاله اصلان به من چند شب پیش گفت و انقدر قشنگ بود که دوست دارم اینجا بگم به من گفتش که اگه بعدا خواستی یه جا حرف بزنی بگو چون خیلی قشنگه و حالا خودشونم خیلی کتاب میخونن و اطلاعاتشون زیاده ولی یه جمله گفت خیلی برام زیبا بود گفتش که ما روح های مختلفی هستیم که حالا معلوم نیست از کجا اومدیم و الان توی این لحظه توی این جهان این جسم رو انتخاب کردیم برای اینکه توش زندگی کنیم برای اینکه به تکامل خودمون برسیم برای اینکه روح ما بتونه کامل بشه توی این جسم پس اولین چیز اینه که من خودم بپذیرم الان انتخابش این بوده به خودم احترام بذارم که اینو قبول کرده اینو پذیرفته و تو جایی که میتونم بهترش بکنم هر چیزی ما که دوست ندارم چیزی که از دستم برمیاد و بهترش بکنم یه سری چیزا واقعا از دست ما شاید کاری نسبت بهش برنگرد این که مثلا کسانی که هم ملیت ما هستن یا حالا خیلی ملیت های دیگه تو کشورهای زی... زندگی میکنن که تورم داره گرونی داره نمیدونم حالا یه سری اتفاقاتی توش میفته اینا دست ما نیست چیزی نیست که تو بتونی تغییرش بدی ولی اون چیزهایی که مربوط به خودت رو اگه بتونی تغییرش بدی چیزایی که دستت برمیاد واقعا اعتماد به نفست بیشتر میشه واقعا احساس قدرت بیشتری میکنی و واقعا کاملتر میشی دقیقا و به نظرم وقتی میای درون خودت شروع میکنی اون چیزایی که دستت برمیاد و تغییر میدی اون شرایط بیرونت هم شروع میکنه یواش یواش تغییر کردن حالا شاید مثلا تورم پای نیاد ولی میتونه درآمد تو بره بالاتر میتونه یه سری فکر یه سری فکر و خیالایی که داری اونا کمتر بشه و دقیقا داشتم چند وقت یه کتابی میخوندم و یه،, یه سری پادکست یه سری پادکست بود که داشتم گوش میدادم راجع به همین که میگفت هر هدفی تو زندگی داری تو هر نقطه دوست داری تو زندگی باشی بعد قبلش خودتو رو آماده بکنی میگم مثلا دوست داری چجوری زندگی کنی میگم مثلا دوست داری که یه ورزشکاری باشی که مثلا مدال مثلا طلای المپیک رو میگیره خب اوکی تو این آدمه نمیتونی باشی بری به اون نقطه برسی تو باید از قبل شروع کنی ورزش کردن خودت آماده کردن تغذیت و هر چیزی که واسه اون نقطه رسیدن نیازه رو تو باید قبلش انجام بدیم و میگه حالا اینو بیاین بس بدیم به تمام کرکترهایی که تو دنیا میتونه وجود داشته باشه که دوست داره یه بیزنسمن باشه که دوست داره ورزشکار باشه که دوست داره یه آرتیست باشه چی. میگفت بیاین شروع کنین از قبل شبیه اون چیزی که دوست دارید زندگی بکنید شکل زندگیتون اونجوری بکنید و بعد میبینید تو اون موقعیت هستید و مشکل ما آدما بیشتر همینه که ما دوست داریم که مثلا من دوست دارم که مثلا یه کارگردانی مثلا خفن این کارگردان ایران باشم دوست دارم همینجوری منو بلند کنن ببرم بذارم منو بکنن کارگردان در ساعتی خب من قبلش باید برم تجربه کسب کنم باید برم یه چیزایی رو یاد بگیرم باید برم یه کارایی رو انجام بدم فعلا. اصلا ببینم یه کارگردان خفن لایف سایلش چجوریه چجوری داره غذا میخوره چجوری ورزش میکنه که کی بیدار میشه کی میخوابه و همه اینا رو وقتی رعایت بکنم و شبیه اون چیزی که میخوام باشم از الان زندگی بکنم خودم واسش آماده بکنم اون موقع است که در واقع اون میاد تو زندگی من و نتیجهش میشه اون جایی که دوست داشتم فهم. و یه چند وقتی خودم هم اینو کاملا متوجه شدم شروع کردم ورزش بیشتر کردم تغذیه و دیدم من اون, اون جایگاهی که تو زندگیم دوست دارم مثلا دوستم یادم باشم که صبح پاشه فرش نمیدونم ورزششو بکنه تغذیه درست داشته باشه کاراش رو انجام بده به موقع و حالی یه چیزای دیگه رو تو زندگیم عد بکنم دیدم خب من از الان اونجوری زندگی کنم تا اون موقعیت واسه من به وجود بیادش و اینو خیلی قبول دارم و مشکل آدم ها اصلا همینه من تو یه پادکستی هم دیشب بود آپلود کردم با یه کسی که لایف کوچه داشتم صحبت میکردم میگفت که همه آدما دوست دارن یه چیزی و یه هدفی دارم اون هدف رو دوست دارن ولی بهشون وقتی میگی تو باید واسش این کارا رو بکنی میگه آخه سخته میگه بیشتر این چیزی که آره من خیلی دایرکت میگیرم آره آخه مثلا... سخته خب معلومه می گفت معلومه که سخته اتفاقا من حتی که دارم تجربهش میکنم هم چیزی بوده که خیلی حالا هم طرف مقابل من هم خودم بر اساس یک سری اتفاقات آماده تجربه کردن شده بودیم شاید واقعا مثال دارم میگم اصلا اگه اصلا نبود این آدم نبود من روتینش و لایف استایلش میدیدم مثلا یه شکل دیگه است. اصلا کار به قرار دومم مثلا نمیرسید که خب خیلی واسه من پیش اومده اینجوری خیلی واسه آدم ها پیش میاد که تو یه خیال. کسی رو میبینی به خاطر یک نکته ای که توش وجود داره که فکر میکنی با تو اختلاف داره یا شبیه به تو نیست یا تو نمیتونی باش کنار بیای با اون آدم خدافزی میکنی چه وسط رابطه باشی چه تازه اولین قرار است باشه که اون آدم ببینی مثلا یکی از دلایلی که من و اصلا کنار هم قرار گرفتیم انقدر لایف استایلمون شبیه به هم بود و انقدر که برامون جالب بود جفتمون همه ساعت بیدار شدنمون دویدنمون ورزش کردنمون تغذیه مثلا همه چیزهایی که اولویتمون بود همه چیزهایی بود که شبیه همدیگه بود همه چیزهایی بود که تو روتینمون بود و خیلی برامون جالب شد گفتیم با چه باحال مثلا تو هم مثلا اینا چیزایی شد که ما کنار هم قرار بگیریم خب شاید من اگه این تغییرات رو تو زندگیم نمیکردم حالا اصلا که از بچگیش مثلا ورزش میکرد یا اگر اصلا اون تغییرات رو تو زندگیش نمیداد این اون آدمی که الان من میبینم نبود شاید اگه مهاجرت نمیکرد این سختی رو نمیکشید آدم کاملترین نمیشد یا خیلی اتفاقات برش نمیفتاد اصلا من به قرار دوم باش نمیرسیدم یا برعکسش اگه من اون سروری بودم که یه سری تجربه رو کسب نمیکرد یه سری تغییرات رو تو خودش نمیداد اصلا اصلا به سرور نمیگفت که بیا همدیگر رو ببینیم اصلا به این مرحله نمیرسید میخوام بگم حتی ارتباط هایی که ماها تجربه میکنیم ارتباط هایی هستن که براش باید آماده باشیم من خیلی بهم دایرکت میدم مثلا تو چی جوری تون اصلا یه پسری مثل اصلا رو مثلا من بهشون آه. حالا به شوخی میگم میگم برای اینکه من اصلا رو داشته باشی باید سرور اینجوری هم باشی دیگه مثلا حالا شوخی میکنم ولی منظورم میکن. اینه برای اینکه بتونی اون چیزی که برای تو خوبه تو دوستش داری رو داشته باشی خودت اول از همه باید خوب باشی خودت اول از همه باید تغییر بکنی چون که تو اگر براش آماده نباشی و حالا بر حسب اتفاق اون چیزی که دوست داری برات پیش بیاد از دستش میدی همونطور بر حسب اتفاق میره لای... لیاقتت رو به اون اندازه نرسوندی لایقش نیستی از دستش میدی ما زندگی یعنی اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته بر اساس چیزهایی هستش که ما لایقش هستیم به نظر من که تو زندگی ما ماندگار میشن میمونن که چقدر ما لیاقت کسب کردن یه سری اتفاقات رو یه سری تجربه ها رو ثروت رو چقدر لایقش هستیم و میتونیم درست نگهداری بکنیم ازش و اگر لایقش باشی میاد تو زندگیت حفظش میکنی برات ماندگار میشه بهت یاد میده جزی از تجربه زندگیت میشه اگر لایقش نباشی شاید تو زندگیت بیاد ولی به همون اندازم از دستش میدی این لیاقتم هم یه چیزیه که باید توی خودت همش شارژش بکنی من بعضی وقتا میگم و اصلا میگم ببین من مثل یک گلم باید هر روز به من آب بدی چون که واقعا زندگی اینه تو هر روز باید بهش رسیدگی کنی به عشقته به خودت به محیط دورته مثلا من هر روز خونه رو تمیز میکنم مثلا دیگه خیلی دیر بشه یک روز در میون خونه رو, رو برقی میکشم همه جا رو دستمال میکشم چون اینجا محیط زندگی منه من دوست دارم محیط زندگیم تمیز باشه این اولین جاییه که من باید توش احساس آرامش تمیزی و راحتی بکنم و سعی میکنم هر چیزی که دورم هست بهش رسیدگی بکنم به خاطر اینکه میگم اگر که من این خونه رو کثیفش کنم یعنی لیاقت نداشتم تو این خونه زندگی کنم اگه من به عشق خودم بی احترام کنم یعنی لیاقت این عشق ندارم اگه نتونم از چیزهایی که دارم درست نگهداری کنم و بابت شکر گذار باشم یعنی لایقش نیستم و همونم از دست میدم همون چیزی که دارم رو از دست میدم و من حالا یه پادکست دارم راجع به شکرگذاری شکرگذاری که از چیزهاییه که لیاقت تو رو نسبت به چیزایی که داری تعیین میکنه که تو چقدر شاکری بابت چیزایی که داری. نه که حالا بنویسی فقط شکرگزاری من یه جا گفتم گفتم که گذاری خیلی هاش گفتاری نیست عملیه یعنی چی؟ یعنی من بیام هر صبح تا شب به همسرم بگم من خیلی دوستت دارم من عاشقتم اما نتونم بهش احترام بذارم. اذیتش کنم. آسیب بزنم بهش. اون یعنی ناشکری در مقابل همسرم. و یه جا مثلا این چرا اینجاست اینم ناشکریه یا به وجود خودم مثلا بگم من چرا این شکلی هم؟ یا من چرا اینجوری این هم؟ اینا ناشکری نسبت به وجودیت خودمه شکرگزاری واقعا معجزه میکنه ها یعنی یه چیزیه دارم. که واقعا اینو جدی دارم میگم خیلی از چیزهایی که من تو زندگیم شخصا دارم به خاطر اینکه من بسیار آدم شکرگزاری ام یعنی یک واقعا به این مسئله خودم افتخار میکنم چون اینجوری نبودم و شدم یعنی آدمی بودم که اصلا شوکگذار نبودم و شوکگذار شدم یکی از دلایلش حضور اصلان بود اینه که فهمیدم شوکگذاری چقدر میتونه زندگی رو تغییر بده وقتی که تو اون چیزایی که داری رو میبینی دوستشون داری و بهشون بالا پر میدی دقیقا عین یک زندگی ما مثل یه عالمه گیاهه که دورورمونونه و یکیشون گوشه خشک میشه، یکیش برگش میفته و ما باید هر روز به همش رسیدگی کنیم. چطوری رسیدگی کنیم؟ با نگهداری، مراقبت و گذاری برای اینکه هستن. یعنی بهشون نشون بدیم که ما خوشحالیم برای حضور شما. تو وقتی مبله تمیز نکنی، یعنی اینکه خاکشو، خاک میز تو نگیری، یعنی برات مهم نیستی تو زندگیت اگه کسی تو زندگیت هست بهش محبت نکنی یعنی برات مهم نیستی تو زندگیت ولی وقتی بهش محبت میکنی بهش عشق میدی به محیط دورت عشق میدی یعنی من بابت حضور همه شما تو زندگیم عمیقا خوشحالم و راضی که شما هستین و اصلا میبینی که هی برات بیشتر میشه هی برات بیشتر میشه هی برات نعمت میاد بله. و خودت هم ممکن تعجب کنی بگی این از کجا داره این اتفاقا میفته ولی اینا به خاطر اینکه تو اون چیزی که داری و پذیرفتی نه میگی تغییرش بدم نه میگی به زور بیشترش کنم نه میای دزدی کنی از کسی نه هیچی میگی آقا من این چیزی که دارم و پذیرفتم حالا ماش خوبه دوستش دارم و بهش عشق میدم بهش محبت میکنم مراقبت و نگهداری میکنم ازش و حالا میبینی که چیا برات میاد واقعا و به نظرم واقعا شوک گذاری معجزه میکنه تو زندگی آدم و از کلی آدمای دیگه شنیدم که معجزه ها دیدن از شوک و همیشه گفتن دیگه گفتن شکر نعمت نعمت افزون کند دیگه بله این ضرب مسئله قدیمی خیلی واقعا عمیق بوده و ماها خیلی بهش توجه نمیکنیم